تعویق توشه با پرسش‌های بی پاسخ، اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را دیروز دوباره به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده است. برای همکاری اعضا به ائتلاف‌های سیاسی این هست که دلیل بعد از تصویب مجلسین شورای ملی دلیل وجود ندارد بر تأخیر، تعلل و عدم توشیح این قانون. هرچند این قانون پس از تصویب شورای ملی برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شده بود، اما پس از افزوده شدن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت عدلیه، این قانون دوباره به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شده است. این عملکرد نگرانی جریان‌های سیاسی را به همراه داشته و بدین باورند که رئیس جمهور با این کارش در پی تغییر انتخابات و انتصابات است. اگر رئیس جمهور کوشش میکنه که را به ستره محکمه روان بکنه، به این معنی است که رئیس جمهور نمیخواد این قانون به اجرای عمل گذاشتانده شود و او میخواد بر بنیاد یک فرمان تقنینی خودش انتخابات بکنه که او دیگه باز انتخابات نخواهد بود بلکه انتصابات خواهد بود. در حال است که انتخابات آینده ریاست جمهوری مهمترین و تاثیرگذارترین رویداد برای آینده کشور گفته میشود. در نهایت پرسش‌های اصلی این است که با چه استدلال رئیس جمهور توشیح این قانون را به تعویق انداخته است؟ آیا واقعاً رئیس جمهور در پی تغییر انتخابات به انتصابات است؟ و سرانجام اگر این قانون توشیح نشود، آیا میتوان انتظار از شفافیت انتخابات داشت؟ ما وقت بخیر. بیننده گفتمان از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. آقایان حمیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت، فاضل سانچورکی، سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان، غلام حسین ناصری، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر قانون، و خانم ناهید فرید، عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. میهمانان گرانقدر، خیلی زیاد خوش آمدید. خانم فرید، با شما آغاز میکنیم. با چه استدلال رئیس جمهور این قانون را توشیح نکرده؟ به نام خدا، اجازه بدین که در ابتدا من یک تعریف بکنم از انتخابات، به خاطری که ما امشب سر قانونی بحث میکنیم که کمک میکنه به انتخابات و برگزاری یک انتخابات شفاف. انتخابات یک پروسه هست که باید مستقلانه برگزار بشه، شفاف برگزار بشه. همه مردم طبق ماده 33 قانون اساسی افغانستان از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم نشن. ما به این میگیم انتخابات. هم قانون انتخابات و هم قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بر اساس این دو اصل که انتخابات مستقلانه باشه و همگی در او سهم داشته باشن تصویب شده و امروز روی یک قانون هنوز روی کار هست در مجلس نمایندگان و قانون دیگر برای توشیح برای حکومت فرستاده شده. وقتی که شما دلایل رد مورد بررسی قرار میدین و ردی که رئیس جمهور و حکومت برای ما فرستاده به عنوان مجلس نمایندگان، این هست که همگی دلایل سیاسی است، دلایل تکنیکی و دلایل عملی در این لیست دلایل در این 8 مورد دیده نمیشه. شیوه گزینش هست، میگن که امو صلاحیت رئیس جمهور محدود میکنه، که میسون شکایات مستقل نباشه، که میسون شکایات دائم نباشه و مسائل از این دست. پس همون رقم که در گزارش هم شما مطرح کردین، حکومت میخواه یک کمیسیون مستقل نباشه، کمیسیونی باشه که تحت نفوذ و نفوذ پذیر باشه و شیوه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شیوه باشه که وابسته به کمیسیون مستقل انتخابات باشه و وقتی که اون کمیسیون به طبع و قاعدتا زیر اثر حکومت باشه، یک انتخابات برگزار خواهد شد که حکومت میخواد. بله، حالا دست کم اگر بخوایم این 8 مورد را گزینه‌وار با شما و آقای ناصری مطرح بکنیم. مورد اول، اعتقاد به ماده 33 قانون اساسی افغانستان به حیث مبنا که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را تصریح نموده با طرح قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات مطابقت نداره. بله. واقعا چون نیست؟ ببینین، در این دلایل و در این مکتوب که برای ما رسیده و حال پیش ما و شما هست، گفته شده که 8 مورد وجود داره که ما این قانون رد میکنیم. برای همگی دلایل خود دلیل داره حکومت، ولی برای این دلیل که خلاف ماده 33 قانون اساسی افغانستان هست دلیل نداره. خب بریم ببینیم ماده 33 چی میگه. میگه همه اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارن، شیوه و شرایط این انتخاب شدن و انتخاب کردن توسط قانون چی میشه؟
تنظیم میشه. ولی خب قانون کی تنظیم میکنه؟ مجلس نمایندگان و قوه قانونگذاری که ما داریم در بدنه دولت. آیا شما برای من نشان بدین در این قانون و حکومت هم باید این کار انجام میداد؟ آیا داره گزینه ای و وجود داره ماده ای که حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را از مردم افغانستان بگیره؟ چون اونها هم دلیل نداشتن، در این مکتوب چیزی نگنجاندن. حالا اکنون دست کم اگر پس دلیل... ماده 33 هست که بر مبنای همین ماده ما این قانون را ایجاد کردیم و تصویب کردیم. بله، البته باید گفت در مورد چگونگی بازنگری این قانون با کمیسیون مستقل انتخابات حکومت هم در تماس شدیم، اما دست کم متاسفانه در چند مورد حاضر نیست سخنگویان حکومتی در این مورد پاسخ را بکنند. آقای ناصری، بگذارید در مورد دومش، در ماده 156 قانون اساسی افغانستان صرف کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی پیش بینی نموده است و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در آن تصریح نگردیده است. بناً ایجاد کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی من حیث اداره دائما فعال و مجزا از کمیسیون مستقل انتخابات با احکام ماده 156 قانون اساسی افغانستان در مغایرت قرار می‌گیرد. آیا واقعا چنین است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر شما و تقدیم احترامات دارم خدمت همه بینندگان محترمتان و همینطوری دوستایی که تشریف آوردن و شریکی در بحث هستن. شما ببینید ماده 33 میگه اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشد، شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد. قانون کی تنظیم میکنه؟ ما از حکومت سوال داریم. آیا حکومت میتونه با عنوان قوه مجریه طرز العمل انتخاباتی را بسازه و قانون بسازه؟ نمیتونه، چون او قوه مجریه است. قانون قوه مقننه میسازه. این ماده 33 دو تا فقره داره. فقره اولش میگه اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا میباشند، بعد میگه شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد. باید یک قانون باشه که در چارچوبی از قانون این حق مورد استفاده قرار بگیره. پس بنابراین در ماده 156 موضوع قانون کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کرده و بعد ایجاد کمیسیونی مستقل انتخابات و ایجاد کمیسیونی شکایات انتخاباتی با استفاده ولسی جرگه در مجموع شورای ملی وقتی که آورده کمیسیون شکایات انتخاباتی را مطرح کرده، شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می‌گردد. قانون کی می‌سازد؟ قانون ولسی جرگه می‌سازد، قوه مقننه نمی‌سازد. پس بنابراین هیچ مغایرت ما اون قانونی که عبارت از قانون تشکیل صلاحیت و وظایفی کمیسیون مستقل انتخابات باشه که قبلا از طرف ولسی جرگه و شورای ملی حدود 10-15 روز پیشتر به اصطلاح پاس شد، هیچ گونه مغایرت با هیچ یک از قواعد و مواد قانون اساسی وجود در او دیده نمیشه. اگرچه حالا به دور از نفس چنین بازنگری را که بیشتر حکومت افغانستان یا ریاست جمهوری مطرح کرده است، اگر در مواردی که قانون از سوی مجلس نمایندگان افغانستان تصویب میشه و رئیس جمهور توشیح نمیکنه بنابر این دلایلی که دست کم راه شده، چه کار باید صورت بگیره؟ خب بعد اونجا قانون میگه قانون عبارت است از اون مصوبه هر دو تا مجلس که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد. اگر رئیس جمهور محترم افغانستان بنابر دلایل به اصطلاح مصوبه هر دو تا شورای در مجموع هر دو تا اتاق شورای ملی را توشیح نکرد و با یک دلایل رد در ظرف 15 روز اگر نفرستاد، خود به خود توشیح شده است. این یک رای دومش عبارت از این به هر دلیلی که رد کردن مجددا با شورای ملی در این زمینه میتونه تصمیم که ولسی جرگه با دو ثلث کل اعضای خود وقتی رو تصویب کنه، نیازی به توشیح رئیس جمهور وجود نداره. خود صورت زمانی که رئیس جمهور دست کم در این موارد را که ذکر کرده موافق نبوده، مشکل در کجا است؟ دوباره میای به مجلس؟ خب اونا کار خود کرده، به هر دلیلی که بوده به اسرائیل رد کرده. متاسفانه از اینکه با این قضیه چند تا موضع منفی داشت حکومت. شما ببین اول حکومت حق نداشت پیش از اینکه این قانون را ولسی جرگه در مجموع شورای ملی بیاره به تصویب برسانه، از هر دو تا اتاق اینا موضع گیری کردن روی قانون و روی تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی و روی دو تا عضوی که به عنوان
عضو ناظر بود از جامعه بین المللی، نه عضوی از اینکه اونا عضویت داشته باشه ویزار نزد، فقط به عنوان نظارتگر، نه عضو اصلی، و از طرف دیگه موقت بودن، اونا دائمی نبودن مثل بقیه اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی. اونجا اظهار نظر کردن و اظهار نظر خلاف قانون بود، و از طرف دیگه بعد آوردن در مرحله دوم آمد حکومت پا را فراتر از گذاشت و عبارتی از این بود که اساسا آورد پیشنهاد کرده که ما اساسا هیچ گونه کمیسیون به نام کمیسیون شکایات انتخاباتی به رسمیت نمیشناسیم، بلکه او را تبدیل کردن به محکمه انتخاباتی. و فرض مثلا اینه، این موضوع گیری حکومت مخالف با قانون اساسی بود. محکمه ما و شما میتونیم مطابق با اصول با قانون اساسی در افغانستان سه مرحله ای است، درسته؟ پس بنابر این، بله، بعضی محاکم هستن که محاکم یک مرحله است، او برای به محاکمه کشاندن وزرا و رئیس شخص رئیس جمهور هستن که یک مرحله هستن. بیشتر از او در قانون اساسی ما محاکم یک مرحله ای نداریم، و شما شاهد قضیه بودیم در افتتاح متاسفانه دور 16 ولیسی جرگه، این کشمکش هایی که اتفاق افتاد و سرانجام رئیس جمهور محترم افغانستان آمد سر تسلیم شد. اگر به گذشته برنگردیم، دست کم در این موارد شما فکر میکنید که این بحثی را که بیشتر به عنوان بازنگری حکومت افغانستان مطرح کرده غیر قانونی است؟ بله، غیر قانونی است، یعنی هر دو تا برخورد غیر قانونی است. پیشتر از این گفته شد که این تصمیم رئیس جمهور بیشتر جریان های سیاسی را شگفتی زده ساخت. چرا شگفتی زده شده؟ بسیار تشکر. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما، خدمت میهمانان گرامی، خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز برنامه شما. دقیقا من فکر میکنم که برخورد جناب رئیس جمهور به صورت خاص در این برنامه و برخورد با بی‌التفاتی و با بی‌توجهی و طبعا با سهلنگاری در جریان حداقل 4 سال گذشته در برابر این بحث بسیار عمده و حیاتی بر افغانستان، نه تنها احزاب سیاسی و سازمان‌ها و نهادهای سیاسی را شگفت زده ساخت و اونا را متحیر و متعجب کرد، بلکه ملت افغانستان در مجموع بسیار ناگوار و بسیار حال دردناک را به روزانه تحمیل کرد که نگرانی ها و اندیشه ها و تشویش هایی که مردم داشتن اونا را به مراتب جدی ساخت. ببینید شما، ما 4 سال قبل در پروسه بسیار جوان دموکراسی افغانستان شاهد یک انتخاباتی بودیم که در موجودیت یک قانون و انتخابات صورت گرفت که متاسفانه پیامدهای انتخابات که انتخاب رئیس جمهور افغانستان و در مرحله بعدی انتخاب نمایندگان ملت در پارلمان بود، دچار چالش‌های بسیار جدی شد که حتی به گفتار جناب رئیس جمهور بحث مشروعیت نظام مورد سوال رفت. فهم ما این بود به عنوان اتباعی کشور و به عنوان فعالین سیاسی که حکومت افغانستان از تجارب کهنه و از تجارب تلخ گذشته آموختن و به این بحث بسیار اهم و حیاتی دموکراسی و مردم افغانستان با یک التفات و با یک توجه لازم میپردازن. 4 سال گذشت، متاسفانه 2 قانون بسیار اساسی و بسیار عمده، که قانون خود انتخابات و دیگه قانون تشکیل صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات که در واقع میتونست یک چوکات مناسب را در باقی بر نظام انتخاباتی افغانستان تنظیم بکنه، متاسفانه به اینا پرداخته نشد. 4 سال وقتی حکومت گذشت و بالاخره بعد از 4 سال با تمام تلاش هایی که نمایندگان ملت در پارلمان کردند، با تمام تلاش هایی که احزاب سیاسی کردند، با تمام فشارهایی که جامعه مدنی افغانستان وارد کردند، بالاخره این حکومت تنبل و حکومتی که با التفاتی بر مسائل بزرگ ملی برخورد میکنه، بالاخره همون مصوبه‌ای که با وجودی که ما در اون مصوبه هم متاسفانه اعتراضات داشتیم، آرزوهای احزاب سیاسی به خاطر تضمین یک دموکراسی که آرزومندش ما بودیم به او التفات لازم نشد، اما با وسوسه به خاطر زیقی و به خاطر زیقی اهمیتی که برای ما انتخابات سال 1393 و یا 2014 داره، بحث بسیار حیاتی و عمده بر افغانستان است، به خاطری که فهم ما است که مسائل بسیار عمده و حیاتی افغانستان گره خورده به پروسه انتقال سیاسی سال بعد، فلهذا اگر ما نمیتونیم یک محیط مناسب را از لحاظ قانونی مساعد بکنیم برای انتخابات، فلهذا چگونه ما میتونیم انتظار یک انتخابات قانونمند و شفاف داشته باشیم؟ فلهذا این اندیشه ها و نگرانی ها نه تنها نگرانی های احزاب سیاسی است که شما احساسات ما را و عکس العمل ما را دیروز در نشست خبری که ما با رسانه‌های محترم داشتیم به پیشگاه ملت بزرگ افغانستان عرایز خود عرض کردیم که ما نهایت اندیشه داریم، نگران هستیم به خاطر تعلل کمدن و قصدن توسط حکومت و سایر مراجع متاسفانه صورت میگیره. به او خاطر برای توشیع عاجل ازی پیشنهاد دادیم و خواهش کردیم که نه تنها توشیع بکنن، بلکه از وقت گذرانی و از دست دادن فرصت ها جدا خودداری بکنن و به این مسئله بپردازن و هیچ نوع دلیل و برهانی را ما برای عدم توشیع و برای ارجای قانون
دوباره برای پارلمان افغانستان و برای مراجعه دیگه که باز هم میتونه بحثا رو به چالش بکشونه، میتونه فرصت‌های تاریخی و فرصت‌های طلایی در افغانستان ضایع بکنه و اونا بسیار با توجه جدی و با یک وضاحت بسیار جدی ما این مسئله رو دیروز در شورای همکاری احزاب مطرح کردیم و یقینا این برخورد با موضوع ملت افغانستان است، مردم افغانستان و نهادهای سیاسی است. آقای سان چورکی، اگرچه هم پیشتر مسائل حقوقیش را آقای ناصری اشاره کردن و صلاحیت‌هایی را که ریاست جمهوری یا رئیس جمهور شخصا دارن برای با تعویق انداختن یک قانونی که تصویب میشه از سوی شورای ملی، چرا ائتلاف ملی فکر میکنه که رئیس جمهور با این کارش در واقع میخواد انتخابات بر اساس یک فرمان تقنینی برگزار بکنه و انتخابات را تبدیل بکنه به انتصابات؟ بسیار تشکر، با سلام خدمت مهمانای محترم و بیننده های عزیز شما. ببینید، از یک سال به این طرف احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی، نخبگان افغانستان تلاش وسیع را به کار گرفتند تا اساسات یک انتخابات شفاف، عادلانه و سالم در کشور گذاشته شود. هم نقشه راه انتخابات روشن و مشخص باشه و هم سازوکارهای انتخاباتی به گونه شفاف و صحیح به کار بیفته. به این خاطر تلاش‌های زیادی گذاشته شد تا اساس یک کار درست که دموکراسی را در واقع تحقق ببخشه و مشارکت مردم را تامین بکنه و ما تهدید به جا بگذاریم. به این خاطر تلاش زیاد صرف شد، انرژی زیادی به کار گرفته شد و حتی جمع رهبران شورای همکاری احزاب ائتلاف ها دعوت رئیس جمهور را پذیرفتند و قبول کردند، برگ ریاست جمهوری رفتند، اتمام حجت کردند و خواهش کردند که جناب رئیس جمهور یک خاطره خوش، یک نام نیک از خود به تاریخ بگذاره، کوشش کنه به عنوان یک رهبر ملی به دموکراسی تن بده، اساسات یک انتخابات شفاف بگذاره. به این خاطر خواهش های صورت گرفت و تلاش های با پارلمان صورت گرفت و خوشبختانه وکلای پارلمان توجه کردن. قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام بعد از دست اندازی ها و مداخلات فراوانی که حکومت داشت، مدت های مدیدی که در مجلس سنا زمینگیر شد و در اونجا معطل ماند، سرانجام توسط کمیسیون مشترک به تصویب رسید و این رفت. نگرانی بود که رئیس جمهور واقعا با کارشکنی های خود به دفع الوقت با وقت‌کشی ادامه به تمام کار انجام داد متاسفانه. و حالا این قانونی که در واقع برمیگرده هم اهانت و توهین است بر دو اتاق پارلمان، به وکلای ملت و هم نشان دهنده عدم آمادگی جناب رئیس جمهور برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه است. چرا فکر میکنید که در واقع برگشت یا اون بحث بازنگری که بیشتر حکومت افغانستان شخص رئیس جمهور مطرح میکنه به معنی اهانت به مجلس این است؟ بحث حقوقیش خب سر جایش از رئیس جمهور یک را داره. ببینید، تمام دلایل که اونا ذکر کردن دلایل بی پایه است، دلایلی است که توجیه پذیر نیست با این کاری که اونا انجام دادن. سری قانون و تصویب قانون وقت زیادی گرفته شد، انرژی زیادی هدر رفت و کار زیاد فراوانی صورت گرفت و با توجه به اینکه ما وقت بسیار محدودی پیش روی داریم، یعنی اگر قانون تشکیل و صلاحیت ها توشیح شود توسط رئیس جمهور و توشیح میشد، بازم ما وقت کم میاردیم به خاطر اینکه مکانیزم گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات وقت میگیره، مکانیزم گزینش اعضای کمیسیون شکایات خودش وقت میبره. ما مگر چقدر وقت داریم تا زمان برگزاری انتخابات؟ به این خاطر فرصت ها بسیار اندک است. رئیس جمهور وقت کشی میکنه تا سرانجام کار به نقطه برسانه که برگرده به ما به اصطلاح قانون تقنینی، فرمان تقنینی که بر اساس او مجددا انتخابات برگزار شود. هدف اصلی رئیس جمهور با توجه به نگرانی هایی که ما داشتیم، این نگرانی ها افزایش پیدا میکنه، ای است که رئیس جمهور میخواد یک کنترل و تسلط کامل بر سازوکارهای انتخابات داشته باشه و تحت کنترل در بیاره و سایه خود بندازه روی این ها تا و به خاطر در این کارا صورت میگیره. بدور از این چقدر این توجیه پذیر از بحث بازنگری در این قانون یا نه، رئیس جمهور صلاحیت این مورد را داره که باید به تعویق بندازه یا دوباره بفرسته به شورای ملی. پس چرا شما فکر میکنید که رئیس جمهور میخواد انتخابات را به انتصابات تبدیل بکنه؟ تمام دلایل، علائم و نشانه ها حاکی از همین کار است. یعنی یک گام مثبتی رئیس جمهور برداشته، بر نداشته. هیچ قدم مثبتی که نشان دهنده یک نوع خوشبینی و دلگرمی جریان های سیاسی باشه که رئیس جمهور واقعا یک عزم راسخ و قاطع و جدی برای برگزاری یک انتخابات شفاف داره، برداشته نشده. پس بنابراین
نگرانی ها شک و تردید ها را افزایش میده. به این خاطر ما امیدواری ما است که پارلمان و وکلای محترم مجلس نمایندگان با یک عزم قاطع و جدی بتانند که وقتی قانون برمیگرده با دو سلسله آرای را به تصویب برسانند و اینا اتفاقا یک همت بکنه. حالا که رئیس جمهور کمر را به کارشکنی بسته کرده، حداقل وکلای پارلمان وارد میدان شوه و ملت افغانستان به طرف اینا سعی داره. سپاسگزار. آیا واقعا رئیس جمهور عزم راسخ برای برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان را نداره؟ پس از میان برنامه کوتاه خانم فرید پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. چرا رئیس جمهور عزم راسخ برای برگزاری یک انتخابات شفاف را نداره خانم فرید؟ دلایل زیادی وجود داره. یکی از دلایل این هست که همین مکتوب برای ما رسید و ما به این نتیجه رسیدیم که واقعا رئیس جمهور دلایل سیاسی را روی دست گرفتن به خاطر اینکه انتخابات یک انتخابات شفاف و عادلانه نباشه و انتصابات باشه و رئیس جمهور در او و همچنین قوه مجریه در او نفوذ داشته باشن. پیشتر جناب آقای ناصری مسئله ماده 156 مطرح کردن. یکی از دلایل همین هست. در متنی که برای ما فرستاده شده ماده 156 ملاک قرار داده شده که به اساس همین ماده شما حق ندارید که میزون شکایات انتخاباتی داشته باشین و این کمیسیون نباید مستقل باشه. سوال من این هست، ای کاش کسی از جانب مقابل می بود که به این سوال من و نمایندگان مجلس جواب میداد که کجای قانون گفته که نباید کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داشته باشه؟ نداشته باشه. بله، وجود نداشته باشه. چرا کجای قانون ایره گفته که نباید وجود داشته باشه؟ مسئله دیگر، چرا ما نداشته باشیم وقتی که کشورهای دیگر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دارن و کمیسیون دائم هم دارن و مستقل هم هست و این تجربه دنیا هست، ما از این تجربه چرا استفاده نکنیم؟ یک مثال دیگر که دادن و بسیار جالب هست، خوب است که به جزئیات بریم تا مردم متوجه بشن و قضاوت بگذاریم به دوش مردم. گفته شده که هزینه زیاد مصرف میشه اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی دائم باشه. ما همین حال در چوکات اداره محیط زیست یک اداره داریم به نام اداره امور انرژی اتمی که همیشه و هر سال بودجه میگیره، هر سال کار میکنه، بیشتر از 10 کارمند داره، ولی این مطمئن هستیم که حداقل تا 20 یا 30 سال دیگر ما به این فکر هم نخواهیم بود که انرژی اتمی در افغانستان داشته باشیم و به انرژی هسته‌ای دست پیدا بکنیم. اما انتخابات ما هر سال و حداقل هر دو سال برگزار میکنیم و هر آن امکان داره رئیس جمهور ماده 69 سرش تطبیق بشه و انتخابات باشه برگزار بشه. هر آن امکان داره که ما رئیس جمهور استعفا بده و ما انتخابات داشته باشیم. مسئله دیگر دوامدار بودن کمیسیون هست که گفتن چرا این کمیسیون دوامدار باشه. اول این موضوع هم باید گفته بشه، چرا در 10 انتخابات گذشته که طبق فرمان تقنینی رئیس جمهور این انتخابات ها برگزار شد کمیسیون شکایات خوب بود، حالا بد است؟ این هم یک سوال هست که ما باید از جانب مقابل بپرسیم و بر ما جواب بده. ولی از همه مهمتر من میخوام ایره یادآور بشم که کمیسیون مستقل انتخابات هم برگزار کننده انتخابات هست، هم نظارت کننده انتخابات هست، هم شمارش کننده آرا هست، هم اعلان کننده آرا هست. و ما حال برز بگوییم که اگر کدام شکایتی بر اجراءات تو وجود داره، کمیسیون شکایت انتخاباتی مستقل نیست تا ایره برای تو گوش زد بکنه. کمیسیون باید زیر دست تو باشه، هم از نگاه بودجوی هم از نگاه وظیفه‌ای. چنین هست که شما آقای شیرزاد به عنوان کسی که این پروگرام رهبری میکنین، هم رهبر این پروگرام باشین، هم پرودیوسر باشین، هم کارگردان باشین، و اگر ناظر اینجا قرار داره و هست، این ناظر اگر حرفی هم میزنه منوط به تصدیق شما باشه. اگر این توانایی باشه مشکل فکر نمیکنه وجود داشته باشه. حالا بحث فلسفیش اگر بخوایم بگیم، ماهیت وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزاری یک انتخابات شفاف عادلانه سرتاسری در افغانستان هست و این ماهیت ما طبق ماده 81 قانون اساسی به اساس همون ای تصمیم گرفتیم. ماده 81 قانون اساسی چی میگه؟ میگه اعضای مجلس نمایندگان، هر عضو شورای ملی زمانی رأی خود استفاده میکنه منافع اولیای مملکت و مصالح عمومی را در نظر میگیره. طبق این مصالح
عمومی میگه که انتخابات تنها امید مردم افغانستان هست. اگر انتخابات شفاف برگزار نشه، این بار مثل انتخابات ولسی جرگه 4 تا کمپ در کابل نیست که اعتصاب بشه، این بار مملکت به بحران خواهد رفت. اگر ما بخوایم جواب مشخص بگیرم، این بحثی که بیشتر به عنوان انتقاد از مجلس نمایندگان افغانستان مطرح میشه، حالا به بحث کلیتش، شما از تطبیق شدن ماده 69 قانون اساسی بالای رئیس جمهور گفتن، اما شما را از منتقدین به این باور هستن که این مجلس ممکن نیست بسیار کارهای کوچکتر از او انجام بده تا چی برسه به این تطبیق ماده 69. به هر حال سوال اساسی در این است که چرا فکر میکنید رئیس جمهور با یک بازی سیاسی نمیخواد انتخابات شفاف برگزار شود؟ همین دلیلش را شما به عنوان نماینده مردم درک کرده؟ دلیلش حتی یک کسی که تازه پا به عرصه سیاست میگذاره میفهمه که رئیس جمهور فعلی که خودش نمیتوانه در انتخابات بعدی به عنوان کاندید مطرح باشه، میخواد نفوذی را سر انتخابات آینده داشته باشه تا برنامه هایی که این تیم داره ادامه پیدا بکنه. و برنامه های این تیم خود شما میدانین، از مافیای اقتصادی گرفته تا برنامه های سیاسی که روی دست دارن، بسیار در بس موارد در نیمه هست و باید ادامه پیدا بکنه. و همچنین همو افکار قومی و اینکه افغانستان پارچه پارچه بکنن و از همو فرار بکنن از ملت سازی و اصلی که به دوش این حکومت و دولت هست، میخوان این پلان ادامه پیدا بکنه. در بس موارد دلایل وجود داره که بله. آقای ناصری، حالا گفته شده از در بخش چهارم این بازنگری که پیشنهاد کرده حکومت افغانستان ریاست جمهوری، در فقره 5 ماده 26 قانون مذکور پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات به هر دو کمیسیون صلاحیت داده شده است. در صورت تعارض مفکوره بین اعضای هر دو کمیسیون مشکلات عملی را ایجاد می نماید. می پذیرین؟ ما پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدیم، ببین، تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی بر مبنای قانون یک ضرورت است. یک، محکمه انتخاباتی مخالف با صراحت قانون اساسی است. ما محکمه به اصطلاح یک مرحله فقط برای چند مورد داریم که در قانون تصریح شده. این چیزایی است که بیشتر هم شما گفتن. دو، خوب دقت بکنین که انتخابات یک پروسه ملی است، یک پروسه سیاسی است، این کار حکومت نیست. قوه قضاییه اینا در جنجالهای دیگر، او بالاخره در قانون جزا و اینا وظیفه‌اش تعیین شده. آمدیم در این بخش، دوستای ما متاسفانه موضع‌گیری و حکومت ما کاملا برخلاف قانون اساسی میدانم و یه روند دموکراسی رو خشدار میکنه. در صورتی که همه ما مکلفیت داریم، به شمول حکومت، تمام قوه و تمام مردم و تمام کسانی که به عنوان به اصطلاح در استراکچرهای سیاسی شرکت دارن، همه و همه در لایه‌های وظایف خود، چه کسانی که در داخل حکومتن، چه کسانی که در خارج حکومتن، طرف بریم یک کشور از این بحران نجات بدیم و بتوانیم به اصطلاح به طرف مدنیت و به طرف یک دموکراسی واقعی مطابق با اونمو ارزش‌هایی که در قانون اساسی تدوین شده و انعکاس یافته، اینا رو ما بیان بکنیم. آمدیم در اون قسمتی که شما بیان کردین، اون مشکل نیستن. فرضاً ما برخوردیم به مواردی که مورد اختلاف واقع شد، مثل که گاه اتفاق میفته بین هر دو تا اتاق شورای ملی ولسی جرگه، نظریات اعضا رو به فرضاً چیزی رو که تصویب میکنه میشنان جرگه اتاق دیگر اونو مشخص افتاده بحث تغییر قانون انتخابات را در همین قانون، در قانون انتخابات. بعد ما روی از این بحث، فعلا قانون انتخابات در دستورات به اصطلاح در آجندای کاری ولسی جرگه قرار داره، متوجه شدی؟ خب وقتی که قرار داره، ما روی از قطعا بحث میکنیم و یک میخواییم به عبارت دیگر یک محمل، یک رای قانونی برای از حل معضله و این معضل راکارش بسنجه و سنجده شد و روی از بحث میشه با عنوان کمیته مختلط. با عنوان مثال میگم، خب مثال میدیم، اگر مورد فرضاً اختلاف نظر پیدا شد بین مشران جرگه و بین ولسی جرگه، کمیته مختلط از هر دو طرف تشکیل میشه. میشه که به اصطلاح از اعضای دو سه نفر از اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات و دو سه نفر دیگر هم از اعضای محترم کمیسیون شکایات انتخاباتی بشینن بین هم دیگر با عنوان به اصطلاح محاکم در این منازعه جنجال موجود و قتل مشترکشان پایان بده. این مشکلی نیست از لحاظ حقوقی و قانونی که اینا آورده ناخن اوگار گرفتن. آقای فاروقی، اگر واقعا حالا حکومت در واقع با ورقای ناصری ناخن افکار گرفته را مطرح میکنن، فکر میکنه زمانی که جریان های سیاسی میان به عنوان یک مجموعه مطرح میکنن مسائل را،
آیا واقعا فکر میکنند که ریاست جمهوری وقت میگذاره به این همه موارد؟ در گذشته چون این چیز شده؟ ببین بحث ها به عنوان حدس و گمان ها، به عنوان اندیشه و نگرانی ها ناشی میشه از بعض عملکردهایی که اونها در واقع شک و تردید میآفرینه. متاسفانه حکومت در جریان چند سال گذشته با تعلل و با تأخیر و با پرداختن به این مسائل و در بسیاری موارد با استفاده کردن از ابزار کهنه گذشته برای موارد جدید متاسفانه این شک و تردیدها را به پیمانه های بالا میبره که انسان میره به طرف ازی که گمان بکنه و یقین بکنه. من فکر میکنم که فهم مایی است که حکومت با عدم پذیرش به یا عدم اعتنا به ارزش های دموکراتیک با همو عقایدی که به خاطر تأمین استبداد و یا تأمین آرزومندی هایی که در ذهنشان هست تلاش به خاطری دارن که دموکراسی در افغانستان قوام نگیره و بالاخره به یک شکلی از اشکال باز هم ما بریم به طرف بحث های استبداد رای، استبداد نظر و استبداد عمل. متاسفانه در گذشته تاریخ افغانستان وقتی ما میبینیم زعمای افغانستان، سلاطین افغانستان، بزرگای افغانستان، معمولا این کشور متاسفانه دچار چالش ها بوده، یک نوع مریضی و یا تکلیف در این کشور بوده که زمام دارا و بزرگ مردای افغانستان متاسفانه کمتر به این حاضر شدن که در حد حقوق و صلاحیت هایشان از تمرکز قدرت و از استبداد انصراف بکنن و اعتنا بکنن به نظام های مردم سالار. آنچه که در این بحث 10 سال اخیر به وجود آمد، من فکر میکنم که ما هنوز نتانستیم از لحاظ روانی، از لحاظ پذیرش، از لحاظ تکامل لازمه که ما به عنوان دولت مردها بتانیم بر خود بقبولانیم که بالاخره امروز شرایط قرن 21 است و بالاخره این ملت آرزومندی است که دیگه با بیرون شیم از حالتایی که دیگه را بر ما تصمیم بگیرن و ما این حق داریم که بر خود ما تصمیم بگیریم. فلحاظا این اصل از لحاظ تکامل و از لحاظ همو پذیرشی اندیشه متاسفانه نیست. در بسیاری موارد عملکردهای حکومت شما ببینید وقتی که ما در شرایطی که قانون داریم، در شرایطی که بودجه داریم، در شرایطی که همه وسایل حسابی و اداری ما مشخص و معین است، باز هم ما میریم به اشکال مرموز، به اشکال غیر شفاف، به اشکال غیر قانونی پول دریافت میکنیم. اینها چی است؟ اینها میره به همون سابقه تاریخی که متاسفانه ما به همین سنت عادت کردیم و کماکان ادامه میدیم. در بحث دموکراسی هم عین شکل است. اگر بخوام مشخص‌تر جواب خود را دریافت بکنم، واقعا زمانی که جریان های سیاسی میان به عنوان یک مجموعه طرح را، پیشنهاد را یا هر مسئله دیگه را، خلافکاری را که حکومت افغانستان انجام میده مطرح میکنن، حالا دیدی کلی همی است که اصلاحات به میان بیاید، تغییر به میان بیاید، آیا باورمندی به می وجود دارد که حکومت وقت بگذاره به تصمیم، پیشنهاد، بازنگری، هر چیزی که شما به او باور دارید؟ به یقین میبینید پیشتر جناب سنگچالسی گفتن تقریبا 2 ماه قبل یا کمتر از او جناب رئیس جمهور افغانستان از رهبرای احزابی که شامل در ائتلاف شورای همکاری ائتلاف احزاب ائتلاف های سیاسی بودن و اینا با کمال احترام پذیرفتن به عنوان رئیس جمهور افغانستان و رفتن نظریات و پیشنهادات خود بسیار واضح به اونا دادن و ادعای همکاری کردن و اونا هم در اون مجلس وعده کردن که ما این همکاری رو میکنیم. متاسفانه آنچه که عکس العمل های بعدی بود در رابطه با این بحث قانون اساسی بود، ببخشید قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های انتخابات و کمیسیون انتخابات و در رابطه با بحث های دموکراسی متاسفانه در هیچ مورد عمل نشد و بالاخره پیامد این عکس العمل دیروز است که در برابر مساوی پارلمان از طرف حکومت ارائه شد. اینها میرسن و در پالویزی در بحث ها و گفتمان هایی که من هم شخصا حضور داشتم در جمعی از دیگر شخصیت هایی که در شورای همکاری اعصاب هستند با مقامات مسئول حکومتی به شمول جناب رئیس بدلیه و سایر مقامات، کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهادها، صحبت هایی که داشتیم همه بیانگری بوده که یک تلاش مسئولانه به خاطر تامین کردن یک شرایط قانونمند، به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی، متاسفانه عملکردها مسئولانه نبوده و جزئی که ما به این قضاوت بکنیم که متاسفانه عملکردها در خلاف آنچه که آرزوی مردم افغانستان است عمل میشه. سپاسگزارم. آقای سانچورکی، یک مورد دیگه که مرتبط با این بحث قانون شکنی و هر موضوع دیگه‌ای را که جریان‌های سیاسی افغانستان مطرح می‌کنه، دست کم در این برنامه نمایندگان پارلمان افغانستان و نماینده جریان سیاسی مخالف حکومت حضور داره به غیر از نماینده حکومت افغانستان طبق معمول. بیشتر گفته میشه هر مسئله‌ای را که شما میان بحث قانون شکنی از سوی حکومت، فساد یا هر موضوع دیگه‌ای را مطرح می‌کنید، متأثر از فضای موجود در همه ساختارهای نظام است، حالا چی درون حکومتی و بیرون حکومتی، و یا هم به عبارت دیگه میگن که همین حکومت، همین پارلمان، همین اپوزیسیون. میپذیرن؟ ببینید به هیچ وجه چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه شما تصور کنین
فعلا در همی شورای همکاری احزاب ائتلافا هم اپوزیسیون سیاسی مشروع و قانونمند حضور داره، هم جریان های سیاسی که در ساختارهای حکومت حضور دارند اما طرفدار دموکراسی هستند، طرفدار شفافیت هستند و در مقامات حکومتی هم هستند، اما میخواین که واقعا انتخابات سالم و شفاف برگزار شود و این روند و پروسه سیاسی نهادینه شود در افغانستان. همه در یک نقطه جمع شدند و میخوان اصلاحات به وجود بیاید. فکر میکنن این فرصتی که فعلا تا پایان ریاست جناب رئیس جمهور باقی مانده این فرصت کافی نیست برای اصلاحات و اصلاحات نمیشه و از این تیمی که حاکم است و مسلط است و تصمیم گیر است و یک تیمی بسیار کوچک هم است که اونام احساس غربت میکنن، شاید در اون ساختارها که هستن امکان وجود نداره. پس همه که طرفداری هستن، ببینید یک درک واقعی ملت افغانستان هم داره، جریانهای سیاسی هم داره، جامعه مدنی داره، شما رسانه ها و ما که در سطح رسانه ها فعال هستیم هم داریم که یگانه رای افغانستان رای دموکراسی است، رای است که امی پروسه سیاسی نهادینه شود، قوت پیدا کنه و تبدیل شود به جریان کلان که همه متحد باشه با او. در آخرین مورد شما جزء اعظمی امی جریان های سیاسی بودن که برای جمهور دیدار کردن. بله. و مشخصا طرحتان چی بود؟ بله، ما در واقع رفتیم، ما خودم شخصا در اونجا حضور داشتم، در اونجا بسیار براوشنی و وضاحت طوری که جناب فاروقی صاحب صحبت کردن در اونجا برای جمهور گوشزه شده مسائل، گفتن که جناب رئیس جمهور از وقت شما یک سال بیشتر نمانده و شما دیگه کاندیدم شده نمیتونین، اما به عنوان یک رهبر ملی کوشش کنین یک خاطره نگ از خود بجا بگذارین و اساس و تهداب یک نظام دموکراتیک شما بجا بگذارین و متحد باشین به برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه، سالم و دموکراتیک در کشور. و 5-6 مورد پیشنهاد شد. یکی امی مکانیزم گزینش و انتخاب اعضای کمیسیون انتخابات، مسئله امنیت انتخابات، مسئله بازشماری نفوس افغانستان، مسئله تذکره های الکترونیکی، مسئله ثبت نام مجدد رای دهنده ها، نظارت های دقیق و مسائل مختلف مطرح شد. 7-8 موردی که یادداشت گرفت رئیس جمهور. و خود رئیس جمهور در اونجا گفت که من در هندوستان رفتم، از صدر اعظم هند پرسان کردم که شما رئیس کمیسیون خود چگونه انتخاب میکنین. صدر اعظم هند گفت که ما رئیس اپوزیسیون را میخواهیم، رهبرای اپوزیسیون را میخواهیم، امرایشان مشورت میکنیم، به اتفاق ما رئیس کمیسیون خود انتخاب میکنیم، پس ما هم میخواهیم مشورت کنیم، ما شما با هم انتخاب بکنیم. در اونجا گفته شد که یک مکانیزم روشن و قانونی در پارلمان وجود داره، رفته مصوبه که اگه تصویب شه چرا ما مطابق یک قانون همیشه کار نکنیم که هم اگه متحد باشیم به قضایا. و بعضی مسائل مثلا رئیس جمهور با صراحت مخالفت کرد با اینکه سیستم انتخاباتی ما مثلا سیستمی باشه که در اونجا احزاب هم سهم داشته باشه، استدلالشون همین بود که چون ما خودم حزب ندارم خیمه چیکار کنم. این در واقع یک استدلال بسیار بچگانه است که یک رئیس جمهور میگه که من که حزب ندارم خیمه چیکار کنم، در حالی که سیستم مختلط و سیستم تناسبی که از در اونجا افراد هم حق دارن که حضور داشته باشن، در تمام روندهای دموکراتیک احزاب هم حق دارن شرکت بکنن. به این خاطر در اونجا چند مورد رئیس جمهور قبول کرد، اما متاسفانه بازم پشت پا زدن و عمل نکردن به او وعده هایی که داده بودن و او تعهداتی که سپردن. بازم اینا حالا بگذارید این بحثی را که شما برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردن، استدلال را که برای بازنگریش ریاست جمهوری گفته با خانم فرید مطرح بکنیم. ایجاد کمیته گزینش و میکانیزم هایی که جهت تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی پیش بینی کرده، علاوه از این که غیر عملی و در قانون اساسی پیش بینی نشده است، برای رئیس جمهور محدودیت های را وضع نموده که این امر در مغایرت با اصل تفکیک قوای ثلاثه قرار میگیرد. او اضافه بله. دیگه خب در قانون ذکر نشده، پس منع قانونی هم نداره. پس ما میتونیم شیوه گزینشی رو داشته باشیم که بر اساس منافع ملی هست. اما گفته غیر عملی است. خب گفته غیر عملی هست، مگر فعلا شیوه نیست که عرف هست و رئیس جمهور از همین شیوه چرا استفاده میکنه؟ چرا احزاب رو میخواه؟ چرا رئیس جمهور از جامعه مدنی معلومات میخواین برای اینکه گزینش بکنن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات؟ شما در آرشیو خود هم شما در آرشیو خود هم داریم که رهبرای جهادی رو خب حداقل خواستن و از اونها نظر خواستن، احزاب رو خواستن و از اونها نظر خواستن. حالا ما این روی کاغذ آوردیم و این یک قانون ساختیم تا همیشه یک عرفی باشه که روی قانون هم هست و در همه
انتخابات ها در همه پروسه ها همین مسئله و همین شیوه وجود داشته باشه، چرا نباشه؟ سوال من این هست. و مسئله دیگری هست که پیشتر هم مطرح شد، مسئله تعدیل. پیشنهاد تعدیل با خود تعدیل فرق میکنه. شما ببینین کمبود سواد قانونگذاری را در این مکتوب. پیشنهاد تعدیل پیشنهادی هست که از عمل کرده هر دو کمیسیون، وقتی که کمیسیون ها انجام وظیفه میکنن، خلاهایی رو میبینن و او خلاها رو پیشنهاد میکنن به مجلس نمایندگان به عنوان پیشنهاد تعدیل. چرا کمیسیون مستقل انتخابات برای کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشنهاد تعدیل بده، حالان که اون کمیسیون خودش بهتر میفهمه چی خلاهای قانونی وجود داره؟ پیشنهاد تعدیل با خود تعدیل فرق میکنه. اما گفتن اینجا بحث پیشنهاد هم در میان این دکمیته تعارض را به میان میاره؟ نمیاره. به خاطر این نمیاره که دو نفر در یک نهاد کار میکنن، یک نفر رئیس هست، یکی معاون هست. رئیس میدانه که چی مشکلاتی در لایحه وظایف او وجود داره و معاون هم میدانه که چی مشکلاتی در لایحه وظایف اون وجود داره و پیشنهاد میکنه به رئیس کل تا این مشکلات حل بشه. مسئله دیگر گفته محدود میشه. از کجا ما حق مانور برای رئیس جمهور دادیم؟ ما گفتیم از بین 15 نفری که برای رئیس جمهور معرفی میشه، رئیس صاحب جمهور 9 نفر به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات انتخاب بکنن و فکر میکنم حق مانور و میدان مانور وجود داره که صلاحیت های رئیس جمهور هم محدود نمیشه. ما از شیوه گزینش استفاده کردیم به دلیل این که کسانی که خود رئیس جمهور میخواین انتخاب بکنن اونها نه، کسانی که پوهنتون ها میگن، کسانی که جوامع علمی میگن، جوامع اکادمیک میگن، جامعه مدنی میگن، احزاب میگن، اون افراد باشن تا نفوذ پذیری کمیسیون مستقل انتخابات کم بشه و این کمیسیون یک کمیسیون مستقل باشه. یک موضوع دیگر هم گفتن که مسئله غیر عملی بودن هست. ببینین درسته که طول میکشه این قضیه، اما هرچی که تعلل بکنیم کمک میکنیم به یک انتخابات شفاف و عادلانه، چیزی که هدف همگی ما هست. اگر خلاف این هدف وجود داره و این کمیسیون و این کمیته گزینش یک مقدار وقت میگیره، پس حتما از جانب مقابل دلیل دیگری وجود داره و دلیل سیاسی هست و میخواین نفوذ کنه. حالا اگر کوتاه اشاره بکنن، انتقادی که بیشتر از مجلس نمایندگان افغانستان میشه، اگر شما بیشتر به شفافیت انتخابات فکر میکنین، سوالی که بیشتر از این هم در یک از برنامه‌ها مطرح شدی بود که چرا تا هنوز قانون انتخابات را تصویب نکرد؟ ببینین قانون انتخابات درست زمانی به پارلمان آمد که ما رخصتی های زمستانی رفتیم و به مجردی که این که دوباره ما به پارلمان آمدیم، این قانون به همه کمیسیون ها رفت. پروسه قانون گذاری پروسه است که اول به کمیسیون ها میره، دوباره کمیسیون مشترک از هر 18 کمیسیون ایجاد میشه. بچه های قانونی شما میدونن، من میخوام بفهمم زمان میبره این قانون که شما بر اساس یک تصمیم واحده که مجلس بر اساس منافع ملی بگیره کار نمیکنین. میایین بحث مثلا همون بحثی را که در مورد گفتگوهای صلح مطرح کرد مجلس نمایندگان افغانستان، بحث حاشیه‌ای است که گفته شد مهمتر از او قانون انتخابات بود. بله. واقعا فکر میکنید چون ببینین وقتی که ما سر قانون انتخابات در کمیسیون ها بس میکنیم و خیلی مهم هست که کمیسیون ها به نتیجه برسن تا ما او رو به تالار عمومی بیاریم، خب در تالار عمومی ما بحث های دیگری هم داریم، بحث هایی که مهم هست، مسئله صلح برای آینده افغانستان، برای اینکه ما به انتخابات خوبی یک انتخابات خوب داشته باشیم مهم هست. بله. که ما قبل از انتخابات صلح میخوایم یا بعد از انتخابات صلح میخوایم و اعضای مجلس نمایندگان رسالت دارن که کار انجام بدن. پس شما نمیپذیرین که آوردن مسائل حاشیه‌ای را و جای موضوعات اصلی و مهم کشوری. آقای ناصری، بگذارید کمین بحث‌های حقوقی که بیشتر متمرکز به این برنامه هست بی پاسخ نمونه. در مورد دیگه ششمش گفته شده در از جمله شرایط وضع شده جهت عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتن یک تابعیت پیش بینی گردیده است، در حالی که داشتن یک تابعیت در قانون اساسی افغانستان صرف برای رئیس جمهور و وزرای کابینه پیش بینی گردیده و این موضوع از جانب استر محکمه قبلا رد شده است. ببینیم ما وقتی که بحث حقوقی و قانونی میکنیم، ما مثلا مراجعه میکنیم میگیم این قضیه درست است، این موضوع نادرست است، متوجه شید درست و نادرست بودن یزو در مطابقت و عدم مطابقت با قانون اساسی است. هر کجا چیزی آمد نقض کرد صراحت قانون اساسی رو، اون مخالف قانون اساسی است، دیگر او شیوه قانونی نداره. فرض مسئله است که در کجای قانون اساسی هم چیزی ذکر شده که اگر فرضاً دو تابعیت باشه، اگر دو تابعیت باشه یا نباشه، این خود ذکر نکرده. دلیل یک گاهی دلیل منطقی است و به صراحت به اصطلاح با منطق خود دلالت میکنه و گاهی هم دلالت محتوایی است که ما میتونیم از
متن استدلال و ماده قانونی یک چیز را استنباط بکنیم و استخراج بکنیم. پس تصمیم قبلی دادگاه یا در این مورد غیر قانونی اجازه بده یک نکته بفن. نباید ناگزیر و از این قضیه گذشت. تمام سعی و تلاشی که در رابطه با شیوه تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و صلاحیت ها و وظایف اینها ولیسی جرگه و در مجموع شورای ملی به کار گرفته و فقط فلسفه وجودیشی همی بوده که با تجربه های تلخی که از انتخابات های گذشته که همیشه دارای اشکال بوده و در خلاف قانون اساسی بوده و غیر دموکراتیک بوده و واقعا با ارزش های مطرح شده در قانون اساسی منعکس یافته اونا تطابق نداشته، کلی از اینا تلاش هایی بوده که از این موضوع جلوگیری بکنه. آمدیم در اینکه دوستان استدلال کردن که محدودیت ایجاد کرده برای رئیس جمهور محترم امریکا. هیچ محدودیتی نکرده، بلکه بسیار شفاف است. منابعی که به نخست توانایی و استعدادهایی که وجود داره، مراکز علمی که وجود داره، کجا استدلال شده؟ چون استدلال خود دست کم در اینجا نشده. ببین فرق نمیکنه، یه مشکل نداره. اگر یک چیزی در اینجا ذکر شده و برخلاف از او شورای ملی تصمیم گرفته، بلی مناقض با قانون اساسی است. بله. حالا در مورد افتومش که بیشتر از این خانم فرید پاسخ را کردن، بحث مالی را که بیشتر در مورد ایجاد کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح شده بود، آخرین مورد در ماده 29 رئیس دارالانشا به غیر از منشی پیش بینی کرده است، در حالی که منشی کمیسیون سمت رئیس دارالانشا را نیز به عهده دارد. علاوه بر مطالب فوق، نواقص تکنیکی و تناقضات در بعضی از احکام آن موجود بوده و در نظریات جداگانه مقام ستر محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، وزارت عدلیه، دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی منعکس گرده که در زمینه به شما ارسال گردیده تا قانون متذکره را مورد بازنگری مجدد قرار داده نواقص آن را مرفوع خواهند فرمود. بسیار چیز مهم است. ببین کدام قانون گذار و کسی که به اصطلاح حقوق خوانده باشه، اینا فرستادن به اصطلاح محکمه، یک کاری مستر محکمه نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه اول ای قبل از توشیح حق نداره که به اصطلاح محکمه بفرستن، به خاطر از اینکه تفسیر قانون به اصطلاح محکمه بعد از اینکه او جنبه قانونیت پیدا کرد، بعد از اینکه جنبه قانونیت پیدا کرد، اگر یک منازعه بین به اصطلاح شورای ملی و حکومت به وجود آمد، بعد او ماده قانونی گنگ بود، بعد را برای تفسیر با اونا میفرسته. و فرض مثلا اینه که قبل از اینکه توشیح شده باشه یک جنبه قانونیت نداشتن، حق ندارن که یک همچین کار بکنن. این هم خلاف قانون است و کمال تاسف که واقعا میاین اظهار نظر قانونی میکنه. کدام قانوندان یک همچین کار را میکنه؟ بیاین بالاخره اینا ثابت بکنن، بیاین ثابت بکنن که متاسفانه طبق معمول برای ثابت کردن حاضر نمیشن. بیننده گفتمان از شبکه جهانی تولونیز و تولای هستید. حالا به عنوان آخرین پرسش، پارلمان تصویب کرد و رئیس جمهور توشیح نکرد، سرانجام دیدی کلی نسبت به انتخابات چگونه است؟ آیا واقعا تصمیم بعدی پارلمان افغانستان در این مورد چگونه خواهد بود؟ آقای فاروقی من فکر میکنم میخواد یک مختصر توضیح در رابطه با بحث‌های پیشتر داشته باشم به ارتباط ذهنیت‌هایی که متاسفانه حاکم است بر نظام ما. شما ببینید که سوالاتی که مطرح شده که پروسه انتخاب شفاف وقت‌گیر است، به این معناست که دموکراسی خودش به عنوان یک پروسه‌ای که از یک طرف شفافیت تضمین میکنه، از دیگر طرف اشکالاتی از لحاظ تکنیکی داره. وقتی ملت بزرگ افغانستان در قانون اساسی افغانستان این نظام پذیرفت، میفهمید که نسبت به نظام دیکتاتوری و نسبت به نظام‌های متمرکز و نسبت به نظام‌های استبدادی این نظام چالش‌های خود داره. برای اینکه اونجا یک دیکتاتور شیشته است و بالاخره امر نهی میکنه، تمام مسائل به سرعت انجام میشه. ولی که ملت فهمید که ما در نتیجه استبداد و در نتیجه حکومت‌هایی که در دنیا به شکل استبدادی عمل شده، بالاخره پایان نتایج خراب بوده. به او خاطر در همین پروسه هم که پیشنهاد شده و این پیشنهاد دقیقاً پیشنهاد احزاب سیاسی و پیشنهاد جامعه مدنی افغانستان است که به خاطر تأمین کردن شفافیت و پروسه شفافیت در بحث کمیسیون مستقل انتخابات، این پروسه لازم هست. اگر وقتگیر هم است، اگر زمانگیر هم است، چون اصل دموکراسی مستلزم همین بحث است، به خاطری باید راحت شد. به خاطر از او استدلال در این مورد یک استدلال غیر مهجه است و استدلال امو شک و تردیدها و گمانها را بیشتر میسازه که امو در ذهن ما تراوش ذهنیت های کهنه گذشته مبتنی بر استبداد کماکان وجود داره و ما تلاش داریم به خاطر نفی کردن ارزش های دموکراتیک. من فکر میکنم که امروز موقف پارلمان در رابطه با سوال شما یک موقف بسیار استثنایی و تاریخی است. نمایندای بزرگ ملت افغانستان باید با توجه به اهمیت تاریخی بس همون مسئولیت تاریخی خود ادا بکنن و با همون شرایطی که قانون برشان صلاحیت داده برای بازنگری بکنن و ایره تصویب بکنن و اجازه نتن که این قانون دستخوش هوا و هوس و آرزوها و سریقه ها قرار بگیره. آیا واقعا پارلمان افغانستان از این تصمیم استثنایی و تاریخی را که آقای فاروقی مطرح میکنن دفاع خواهند کرد؟
آیا واقعا دیگر باز هم بحث تحت تاثیر قرار گرفتن و نفوذ حکومت، توزیع پول در این مورد خاص مطرح نخواهد شد؟ شکی نیست که پارلمان در بس موارد نفوذ پذیر از جانب حکومت هست و من نمیتونم این حال پیش بینی بکنم، اما قرینه چی رو نشان میده؟ اما من خودم میتونم بگم که علنا همین حال میگم که یکی از کسانی هستم که هم کمپاین میکنم برای این قضیه و هم میخوایم که اعضای مجلس نمایندگان چنین تصمیمی رو بگیرن و مو جایگاه تاریخی خود حفظ بکنن و برای تاریخ جوابگو باشن که در انتخابات آینده افغانستان این نمایندگان مردم افغانستان بودن که تضمین کردن یک انتخابات شفاف، عادلانه، سرتاسری و همه مردم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن خود استعمال کردن. آقای سنجرکی، حالا پارلمان توشیح کرد و تصویب کرد و رئیس جمهور توشیح نکرد، سرانجام همین اکنون دید جریان های سیاسی مخالف حکومت در مورد انتخابات آینده چگونه است؟ ببین، اولا ما میخواییم به این نکته اشاره کنیم که نفع خود اعضای پارلمان هم در این است که قانون به تصویب برسه، چرا اونا منافع کوتا مدتی اگر نفوذی حکومت از طریق داشته باشن هم این زودگذر است، اما باز هم این وکیلا میخوان در آینده انتخاب شون، این مکانیزم بسیار به سود خودشان است. اما اگر بازم با دو ثلث آرا به تصویب برسه و رئیس جمهور را توشیح نکنه، او زمان کاملا محرز میشه که رئیس جمهور به هیچ وجه آمادگی برگزاری یک انتخابات سالم نداره و پیامدش میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی بازی کردن رئیس جمهور با اراده مردم، با خواست مردم، با نیازهای اساسی و پیامدش میتونه بسیار بحرانزا باشه و مسئول یک چنین پیامد هم شخص رئیس جمهور خواهد بود و ما فکر نمیکنیم که رئیس جمهور بتونه قبول کنه مسئولیت ها و پیامد های بسیار خطرناکی که با این پروسه و با این روند بازی میکنه ایشان. بله، سپاس. آقای ناصری، آیا واقعا مجلس نمایندگان افغانستان این بار بدون در نظر داشتن بحث بازنگری حکومت مطرح میکنه با دو ثلث آرا این قانون را تصویب خواهد کرد و یا ای که بحث جایگاه تاریخی مجلس را خانم فرید مطرح کردن، آیا واقعا فکر میکنید که با همین قرینه‌ای که مجلس نمایندگان افغانستان داره حفظ خواهند کرد جایگاه تاریخیشون را؟ ما بدون تردید مشکلات در سر راه است، ولی با ضرس قاطع میگم که به قول قوه الهی نمایندای محترم مردم در پارلمان کشور و در ولسی جرگه مسئولیت ملی و تاریخی خود حداقل در این زمینه نادیده نخواهد گرفت و تصمیم جدی در این زمینه خواهد گرفت، ولی در این حال سنگ اندازی ها و مداخلات بی جای حکومت از اول تا به امروز متاسفانه در سر تمام مصوبات ولسی جرگه افغانستان وجود داشته و بعد از این هم وجود خواهد. سپاسگزارم. بیننده گفتمان از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو بودید. این که واقعا نماینده های مردم مسئولیت ملی و تاریخی خود را در نظر خواهند گرفت زمان پاسخ خواهند گفت. سپاسگزارم از آقایان حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت، فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان، غلام حسین ناصری عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر قانون، خانم نایید فرید عضو مجلس نمایندگان. سپاسگزارم از شما که تا حال بیننده این برنامه بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.